درود بر شما دوستان و همراهان عزیز کانال سرانه. این لحظه ورود و استقبال از شاهزاده رضا پهلوی در اسرائیل است. گروهی از شهروندان ایرانی اسرائیلی با خواندن سرود ای ایران از او استقبال می کنند و ابراز امیدواری می کنند که همه ایرانیان روزی در ایران آزاد در کنار هم زندگی کنند. خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم که دستتون رو فشاندم. خیلی خوش اومدی. خانم یاسمین خیلی خوش اومدی. انشالله که خوش بگذره اینجا. انشالله روزی باشه همه تو ایران آزاد همه با هم باشیم. حکومت جمهوری اسلامی در ظاهر وانمود کرده که سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل اهمیتی ندارد. شخص شما و خبرگزاری شما معتقدم شخصی رو که نام بردید نه خودش نه اصل سفرش و نه جایی که میخواد سفر بکنه ارزشی نداره که من از این تریبون در ارتباط با اون اعلام موضع بکنم. اما حقیقت چیز دیگری است. این نخستین بار در 44 سال گذشته است که دولت یک کشور از یک رهبر مخالف حکومت جمهوری اسلامی برای سفر رسمی به این کشور دعوت می کند. موضوعی که سبب شده برخی از خود بپرسند آیا اسرائیل به خاطر نفوذ گسترده اطلاعاتیش در ایران از تحولی مهم در آینده نزدیک با خبر است؟ آیا اسرائیل با توجه به نفوذش در نهادهای جمهوری اسلامی مطمئن است که حکومت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است و به همین خاطر در حال برنامه‌ریزی برای آینده است؟ و میدان برای نفوذ برای سرویس‌های جاسوسی دنیا باز. همین چند ماه پیش علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای هشدار داد که سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل در تمام بخش‌های کشور نفوذ کرده و مقامات ارشد نظام باید نگران جانشان باشند. این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشون. اسناد منتشر شده از مذاکرات محرمانه فرماندهان سپاه با علی خامنه‌ای در اوج جنبش انقلابی اخیر هم سند دیگری بود که نشان می‌داد حکومت جمهوری اسلامی به خاطر جنایت‌ها، فسادها و ناکارآمدی‌هایش به شدت دچار ریزش هوادار شده و حتی وفادارترین و مذهبی‌ترین هوادارانش هم به او پشت کردند. بعید نیست که با توجه به نفوذ گسترده اسرائیل در نهادهای حکومت جمهوری اسلامی دولت تل آویو به این نتیجه رسیده باشد که حکومت جمهوری اسلامی به پایان عمرش رسیده و سرنگونیش قریب الوقوع است. دولت اسرائیل احتمالاً بر اساس همین تحلیل و پیشبینی از همکنون تلاشایش را برای برقراری ارتباط با رهبران مخالف حکومت جمهوری اسلامی آغاز کرده تا در آینده بتواند روابط دوستانه‌ای با یک ایران آزاد و دموکراتیک برقرار کند. اما طبیعیه که مردم ایران که در طی این 44 سال واقعا یکی از بزرگترین فلاکت هایی که داشتن، مصیبت هایی که داشتن همین سیاست اسرائیل ستیزی بود. واقعا میشه گفت صدها میلیارد، شاید هم هزاران میلیارد دلار ایران آسیب دید از این سیاست. و مردمی که در خیابان ها شعار میدادن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، برای اینکه مخالف این سیاست بودن، مخالف این سیاست ایران برباده بودن، مدت ها بود که منتظر چنین دیداری بودن و گمان کنم مردم ایران خیلی خوشحال هستن امشب. خشم و عصبانیت حامیان نظام ولی فقیه از این سفر هم احتمالاً به همین خاطر است. یکی از این افراد عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت محمد خاتمی است که همچنان در لندن زندگی می کند. مهاجرانی در توییتی با حمله به شاهزاده رضا پهلوی به خاطر سفر به اسرائیل نوشته بلاحت دیگر شازده انتخاب زمان سفر بعد از حضور فراگیر ملت ایران و ملت‌های مسلمان منطقه در روز قدس است. ملت ایران در روز قدس پیام خود را فرستادند. شازده حامل پیام چه کسانی است؟ می‌بایست به نصیحت استیون ساکر در برنامه هارد تاک گوش می‌کرد و با سیاست برای همیشه خداحافظی می‌کرد. همه با هم برای واژگونی صهیونیست پویشی برای حمایت از مردم فلسطین. احتمالاً منظور عطاالله مهاجرانی از
حضور گسترده مردم ایران در مراسم روز قدس، برگزاری مراسم قابلمه برگرداندن توسط گروهی از هواداران حکومت جمهوری اسلامی است. با این عملمون می‌خوایم به صهیونیست‌ها اعلام کنیم که مثل این غزا شما رو واژگون می‌کنیم. مهاجرانی اما در توییت دیگری هم نوشته جهان اسلام با فلسطینی‌ها متعاطف است و روابط منطقه‌ای ایران با عربستان و دیگر کشورها بازسازی شده. در بدترین زمان ممکن در راه اسرائیل هستی. یک آدم عاقل نبود که بگوید شازده الان وقت سفر نیست یا محرمانه برو. خاطرات علم رو بخون، سر بابات کلا گذاشتن و خندیدند. بابات فهمید. میدونید اسناد ویکیلیکس که سال 2015 منتشر شد نشون داد که روابط پشت پرده مثلا امثال آقای دکتر مهاجرانی با عربستان روابط مالی خیلی عجیب و غریبه. فقط در یک نمونه سال 16,000 پوند در واقع دولت عربستان، حکومت عربستان به پسر ایشون علی مهاجرانی پرداخت میکرد. نامه آقای مهاجرانی منتشر شد به حکومت عربستان که لطفا سالی هزینه تحصیل پسر من رو بدید. میگه خب واسه اونم خوبه، اونا دیگه مجبور نیستن به عربستان حمله کنن، به همون اسرائیل حمله میکنن، پشت پرده یه ذره اوضاعشون راحت‌تر خواهد شد. اما علاوه بر همه اینها اشتباهات و اشکالات فکتی بسیار جدی هم داره این توییت. مجموعاً داره یک فضای کلاً اشتباه رو میفرسته. مثلا روح کلیش همون هست، در واقع این هست که مخالفین جمهوری اسلامی رو در ساختار پروپاگاندای ایران که تا حالا سعی می‌کردن با خارجی‌ها نصب کنن، وصل کنن، نسبت بدن، نسبشون رو ببرن به سمت دستگاه اطلاعاتی خارجی، حالا الان دارن از عربستان فاصله می‌گیرن، دارن می‌ریزن دوباره گردن اسرائیل. علی افشاری فعال سیاسی و عضو سابق دفتر تحکیم وحدت هم در توییتی در پاسخ به توییت رضا پهلوی که گفته بود حامل پیام دوستی ملت ایران برای مردم اسرائیل است نوشته رضا پهلوی میتواند پیام دوستی خودش و حداکثر موکلانش را به اسرائیل بدهد. او نمایندگی از ملت ایران ندارد. خودخوانده نمیتوان مدعی سخنگویی مردم شد. پذیرش دعوت افراطی ترین دولت تاریخ اسرائیل که مورد نارضایتی اکثر اسرائیلی هاست نه تنها افتخاری ندارد بلکه باعث سرافکندگی است. اما بسیاری بر این باورند که اینکه دولت حاکم بر اسرائیل افراطی ترین هست یا خیر به مردم اسرائیل مربوط است نه مردم ایران، و تنها چیزی که برای مردم ایران مهم است منافع خودشان است، منافعی که تنها با دوستی و روابط صلح‌آمیز با تمام کشورهای منطقه و دنیا تامین می شود. من اگر رئیس جمهور ایران یا نخست وزیر ایران یه مقامی در ایران باشم، موقعی که دیداری باید داشته باشم با مسئولان دولت آمریکایی، برام دیگه ثانوی است که رئیس جمهور ترامپ یا اوباما یا بوش یا بایدن. اگر ما در قسمت اپوزیسیون باشیم که طبیعتاً نمیتونیم انتخاب کنیم که دولت‌هایی که در این کشورها بر سر کار هستن که نمایندگان مردم اون کشور هستن ما بپسندیم یا نپسندیم. این مسائلیه که برای جنبه ایدئولوژیک داره. ما بالاخره باید متوجه بشیم که منافع ملی هر کشور مقدمه بر اون مسائل ایدئولوژیک. شما نگاه کنید از ترامپ چه استقبالی کردن در چین و همینطور برحال از بایدن اگر بخواد بره در اون کشور، بدین که اهمیت بدن این رئیس جمهور به متعلق به چه حزبیه. برای ایرانی هم همین گونه است. من فکر میکنم بخشی از این انتقادات به خاطر این است که خود این افراد تحت تاثیر اون ایدئولوژی اسرائیل ستیزی چند دهه گذشته بودن و ریشش بیشتر اینه، نه منافع ملی ایران. اگر نه مردم ایران خیلی مشخص کردن در خود خیابانها به دنبال چی هستن، به دنبال صلح و دوستی با همه کشورهای جهان. ما نمیتونیم انتخاب کنیم که در عربستان بن سلمان پادشاه باشه یا ولیعهد باشه یا کس دیگری، در عراق چه دولتی بر سر کار باشه یا در اسرائیل. ما چیزی که میخوایم ارتباط دوستانه و صلح‌آمیز با همه کشورهای جهان، و خوشبختانه دیدیم که دولت اسرائیل تنها شاید کشوری که دولت جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسه، به شکلی ارتباطی باش نداره، اما پیام‌هایی که داد در امروز پس از این دیدار و همینطور قبل از این دیدار پیام‌هایی بود که ملت ایران رو به رسمیت می‌شناسه و خواهان روابط خوب با ملت ایرانه. سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنید سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو لایک کنید و لینک ویدیوهای ما رو هم برای دوستانتون بفرستین. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین روی کلید جوین یا تانکس کلیک کنید.